الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. پروردگار عالم را بسیار سپاس گذاریم و شکر می کنیم که باز هم برای ما و شما خداوند منان لطف و مرحمتش را شامل حال ما و شما گردانید و خدای تبارک و تعالی به ما و شما توفیق عنایت کرد، توفیق ارزانی فرمود تا اینکه بیاییم در خانه او به خاطر ادای فریضه عظیم و بزرگ او که در حقیقت یک جشن برای مسلمان هاست، عید مسلمان هاست، عید خرد و کوچک مسلمان هاست. گرچه هر لحظه ای که ما گناه نکنیم همو لحظه عید و خوشی برای ماست، هر لحظه ای که گناه و معصیت انجام بدیم همان لحظه لحظه غم و لحظه حزن و اندوه برای ما و شماست. عید مسلمان چه وقت است؟ وقتی است که گناه نکند، معصیت الله را نکند، عید است براش، خوشی است براش. وقتی که گناه کردیم، معصیت کردیم، الله و رسول را، یعنی احکام الله و طریقه های رسول را فراموش کردیم، امتثال اوامر و اجتناب از نواهی الله را انجام ندادیم، ما در حقیقت غمگین هستیم، پریشان هستیم، سرور و خوشحالی نداریم. وقتی که قلب ما راحت نباشد، دل و درون ما با یاد و ذکر الله راحت نباشد، ما غمگین هستیم. چه چیز قلب و روح و روان و اعضا و جوارح ما را آرامش میبخشد؟ یاد و ذکر الله تبارک و تعالی. موضوع امروزی که ما درباره او دقایق مختصر خدمت شما بیان میکنم، او درباره امانت هست. همه ما و شما میدانیم که در مقابل امانت خیانت هست و از این ناحیه و از این طریق دائما مسلمان ها در دنیا متضرر شدن و ضرر رسان و ضرر دیدن و آسیب دیدن مسلمان ها در عالم. اگر ما به صورت صحیح و درست امانت های الهی را در زندگی خود تطبیق کنیم و پیاده کنیم، رخت و بساط خیانت برچیده خواهد شد. وقتی که خیانت در زندگی مسلمان آمد، رخت و بساط امانت از زندگی مسلمان برچیده میشه. دیگه مسلمان انتظار نداشته باشد که هم خیانت و هم امانت. باید از امانتهای الهی که بر دوش ماست حفاظت کنیم. الله تبارک و تعالی می فرماید که یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که شما دعوای ایمان میکنید، دعوای ایمان دارید، خودم محب الله و رسول میدانید، لا تخونوا الله و الرسول، به الله و رسول خیانت نکنید. خیانت در حق الله چیست؟ اجرا نکردن دستورات و فرامین الله در زندگی، این خیانت در حق الله است. خیانت در حق رسول چیست؟ تمام سنت ها، راه و روش ها و طریقه های رسول صلی الله علیه و سلم را بدانیم و به دنبال او حرکت نکنیم و او را در زندگی خود پیاده نکنیم، این خیانت در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم هست.
از این هم فراتر و تخون و اماناتکم، خیانت در امانتهای خود هم نکنید، آگاهانه و انتم تعلمون، در حالی که می دانید که این یک خیانت هست در حق مردم. وقتی که انسان مسلمان حق الله را ضایع کرد و حق بندگان الله را ضایع کرد، می داند، دیده و دانسته در حق الله و بندگان الله اگر خیانت صورت بگیرد، الله تبارک و تعالی انسان را مجازات می کند، مکافات می کند. الله تبارک و تعالی انسان را، الله تبارک و تعالی می فرماید که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، گرچه این آیه شأن نزول خاصی دارد ولی معناش عام هست، برگرداندن کلید کعبه به عثمان ابن مظعون بود، اما حکم این آیه عام است، تمام امانت ها را در بر می گیرد. الله تبارک و تعالی می فرماید که ان الله یأمرکم، قطعا الله به شما دستور می ده، دستور بنده نیست، دستور احکم الحاکمین است، الله دستور می ده که الله به شما دستور می ده که ان تؤدوا الامانات الى اهلها، شما امانت ها را به اهلش بسپارید. میگه یک صحابی آمد به محضر رسول صلی الله علیه و سلم، عرض کرد و گفت که قیامت کی برپا می شود؟ رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودن که اذا ضیعت الامانه فانتظر الساعه. گفت ای صحابه من، هر زمانی که امانتها ضایع شد منتظر برپای قیامت باش. اگر در سرزمین الله امانتی که الله بر دوش ما نهاده است اگر او ضایع شد و از بین رفت، باید منتظر برپای قیامت باشی. باید پرسید که ضایع شدنش چگونه است، چگونه امانت ضایع خواهد شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که اذا وصد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، هر زمانی که کار به اهل کار سپردن نشد منتظر برپای قیامت باش، هر زمانی که کار به اهل کار سپردن نشد منتظر برپای قیامت باش. باز در حدیث دیگر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند که اربع اذا کن فیک، اگر چهار چیز در تو انسان مسلمان موجود بود، هر آنچه که از دنیا از دست دادی میگه نگران نباش. اگر چهار چیز در زندگی ما مسلمان ها موجود باشد و هر آنچه غیر از چهار چیز را ما از دست دادیم، باید انسان مسلمان پریشان و حیران نشود. یک، حفظ و امانه، حفظ و نگهداری امانت، و صدق و حدیث، راست گفتن در سخن، و حسن و خلیقت، خوش اخلاقی، که یکی از پایه های اساسی اسلام است، خوش اخلاقی، خوش برخورد، و عفت فی طهر، و عفت و پاکی در و عفت در پاکی. اگر این چهار چیز، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودن که اگر این چهار چیز در وجود شما مسلمان ها بود و هر آنچه که دیگه از دست دادید در دنیا، نگران و حیران نباشید. اگر این چهار چیز شما حفظ کردین در دنیا، این بیانات گوهربار و دلنشین و زیبای رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم برای ما و شماست. در حدیث دیگر فرمودن آیت المنافق الثلاث، نشانی مرد منافق سه چیز است. البته بحث نفاق، نفاق عقیدتی نه، مثل عبدالله ابن ابی ابن سلول و منافقین صدر اسلام که در مدینه حضور داشتن، او منافقین نه، نفاق در عمل، منافق عملی، نفاق اعتقادی که گپش جداست، مسئله جداست،
نفاق در عمل که متاسفانه در همه جوامع اسلامی به وضوح دیده میشه در بین مسلمان ها، حتی امو انسان هایی که دم از اسلام و دین و دم از هر آنچه که اسلام داره میزنه، ولی باز هم در بین اونها مسئله نفاق عملی موجود است. عوام و خواص در این شریکن، میگه هنگامی که گپ میزنه دروغ میگه، و اذا وعد اخلف، وعده میکنه خلف وعده میکنه، و اذا تمن خانه، اگر امانتی به او سپرده شود خیانت در امانت میکند. این سخن رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم هست که برای ما و شما بیان فرمودند. الله می فرماید که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. امانت ها معمولا بر سه قسم است، گرچه زیاد است. یکی امانات الله، امتثال اوامر و اجتناب از نواهی الله، ای امانتی است بر گردن هر مسلمان. قلب و دل ما امانت است پیش ما، این یک امانت از جانب الله بر دوش ماست. پس در این دل غیر از محبت الله و رسول و دین دیگه هیچ چیز را جایگزین نکن. سخنان باطل، عقاید باطل، مفکوره باطل، اندیشه باطل در این قلب باید جاه نداشته باشد. مفکوره کمونیستی، لایکی و بدینی، مفکوره تخریب دین، تخریب شعائر الله در سرزمین الله، این قلب امانت است. اگر چنین چیزهایی را در این دل و قلب جا دادی، خیانت در این قلب کردی که امانت الله پیش تو هست. الا ان فی الجسد مزغه اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا و هی القلب. این کلمه اخطار است. الا خبردار، همیشه حرفها و سخنها زیاد گفته میشه، ولی وقتی که عمل به حرفها نشود معنا و مفهومی ندارد. مسلمان باید دائما عامل باشد به هر آنچه که الله و رسول الله دستور داده است. میگه در وجود شما یک تکه گوشتی هست که به نام قلب، اگر او اصلاح شد تمام اعضا و جواره شما اصلاح خواهد شد، ولی اگر او تکه گوشت فاسد شد همه اعضا و جواره شما فاسد خواهد شد. میگه خبردار، او چیست؟ قلب است و دل است. دل محل انوار تجلی الهی است، محل محبت الله، محبت رسول، محبت اصحاب یاران رسول، محبت شعائر الله، محبت اهل الله و عاشقان و عارفان الله، نه محبت بیدینان، نه محبت غیر الله، نه محبت کسانی که هر لحظه و هر ثانیه ریشه های دین را تخریب میکنن، گرچه به لباسه های مختلف هم شاید باشن. پس معناش ای است که قلب امانت از جانب الله بر دوش ماست. در این قلب و ای دل باید سخنان باطل، پیشتر عرض کردم، عقیده های باطل در این قلب جای نگیرد. گفتم محبت الله و رسول و این محبت زبانی و اقراری هم به درد نمی خورد و هیچ درد مسلمانی را در عالم دوا هم نمی کند. و شعارهای دروغین که دائما از زبان و از قلب ما سرچشمه می گیرد ولی جامعه عمل نمی پوشانیم. اسلام با شعار پیشرفت نکرده است در طول 1400 سال قبل. از او زمان تا این وقت هر زمانی که مسلمان ها هم شعار دادن و هم در پهلوی شعار شعارهای خود را عملی کردن، درخت تنومند و باثمر اسلام در همه جا بوده است، با بازوی قوی استاد بوده است. ولی وقتی که مسلمان ها شعار دادن عمل نکردن، ریشه های تنومند و درخت پرمیوه اسلام خشک کندن. هیچ وقت دنیای غرب از جای دیگه به اسلام و مسلمان ها ضرر نمی رساند. از طریق امی مسلمان هایی که فقط تنها شعار دادن، در حد شعار پیش رفتن، اوها از طریق اینها به اسلام ضربات محکم بر پیکره اسلام وارد کردن و می کنن. پس قلب یک امانت از جانب الله است.
در این قلب گفتم که عقاید باطل، سخنان باطل، مفکورهای باطل، هر آنچه که غیر از محبت الله و رسول است انسان مسلمان نباید جای بده. محبت دنیا را جای نده در قلبت. البته این غلط فهمی نشود، کسب دنیا برای ما خوب است که ما دنیا را کسب کنیم، دنبال دنیا بریم، دنبال معاش و وسائل رزق و روزی بگردیم، اما محبت دنیا را در دل جای ندیم. محبت دنیا اگر در دل جای گرفت، خساره و توان بزرگی را متحمل میشیم ما. ای گوش امانت الهی است، هر سخن و هر گپ را با ای گوشه ها نشنو، سخن الله را بشنو، سخن رسول را بشنو، آیات روح بخش الهی را دائما تکرار کن، زمزمه و آویزه گوشت کن تا اینکه روح و روان و اعضا و جوارحت آرام و مطمئن شود. این زبان یک امانت از جانب الله است، برای ما الله داده است. اونهایی که زبان ندارن، گنگن، سخن گفته نمیتانن، اگر همه دنیا از اونها میشد ولی زبان گویا و ناطق می داشتن که سخن می گفتن، با مردم حرف می زدن، اما الله این نعمت از اونها گرفته است. پس با این زبانی که نعمت الله است، از جانب الله است و امانت در اختیار ماست، با این زبان سخن غلط نگو، سخن حق بگو. حق، قول الحق ولو کان مر، حق بگو گرچه تلخ است ولی ثمرش خوب است. همه اینها، تمام اینها نعمت های الله از جانب الله است که الله تبارک و تعالی برای ما و شما داده است و اینها امانتن و خیانت در امانت باید صورت نگیرد. اگر صورت گرفت، ما زیانمند و خسارمند خواهیم شد. امانت های زیادی است که در بین ما و شما معمولا امانت مال و امانت هایی که یکی به دیگر میدن. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان میگه کسی است که برادر مسلمانش از دست و از زبانش در امن و امان باشد. اگر برادر مسلمان ما از دست و زبان ما در امن و امنیت نبود، بفهمیم که در اسلام ما خلل هست و نقص هست. وقتی که ما نتوانستیم که رضایت یک همسایه خود را جلب کنیم، هم پهلو دکان خود را جلب کنیم، هم خانه خود را جلب کنیم، هم کوچه و پس کوچه و شهر و بازار خود را جلب کنیم، پس متوجه باشیم که در اسلام ما خلل هست. در خود اسلام نه، هیچ عیبی ندارد، در اسلامی که ما از او ادعای اسلام و مسلمانیت میکنیم. چطور مسلمان باشیم که دائما از کلمات و از سخنان زشت و بدی ما یک برادر و یک خواهر مسلمان ما در امن نباشد؟ از جور و جفا و ظلم و ستمی دسته های ما، همسایه ها و هم کوچه ها و هم شهری ها و هم جواره های ما در امن و در امان نباشند. پس اگر چنین است، بیاییم اونهایی که تا هنوز ما اگر چنین حرکات را انجام دادیم و نتوانستیم خود را کنترل کنیم، از این به بعد تجدید ایمان کنیم که از دست و زبان ما برادر و خواهر مسلمان ما در امن و در امان باشد. والمؤمن من امنه الناس على دمائهم و اموالهم، مؤمن کسی است که برادر مسلمانش در خون و در مالش او را امین بشمارد. برادر جای می رود، شب ساعت 12 یک شب خانش چور میشه، پس ما امین نشدیم، امین به همسایه خود نشدیم، پس مؤمن در ایمان ما هم خطر هست. مسلمان هیچ وقت خیانت نمی کند، مسلمان دزدی نمی کند، مؤمن دزدی نمی کند، مؤمن خیانت در حق الله و در حق مخلوقات الله نمی کند. پس معلوم است که یک چیزی هست دیگه در خرید و فروش، این هم بحث امانت هست. میگه التاجر الصدوق الامین مع النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، میگه تاجر راستگو و امانتگار فردای قیامت با صدیقین و شهدا و صالحین الله تبارک و تعالی حشرش میکند. رازداری، امانت در رازداری. دو برادر با هم سخن میگن، حرف میزنن، در حین حرف گفتن و سخن گفتن یک طرف چپ و راست خود سیل میکنن، معناش ای است که این سخن امانت در بین اینهاست.
و از این سخن بعد هیچ کس نفهمد رازداری در امانت. المجالس و بالامانه، دو نفر با هم بیشتر نیستن ولی سخن همه جا پخش و منتشر میشه. فرزند بر دوش ما امانت هست اگر تربیه درست و صحیح اسلامی نکردیم. فرزند بر دوش ما امانت هست. این همسران، اینها هم امانت الهی بر دوش ماست. بعضی ها فکر میکنن که به معنی اینکه عقد نکاح بسته شد دیگه مالک همه جانبه اونها هستن. این یک حرف غلط و نادرستی است. در هنگام عقد قرآن خودش میفرماید که و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، از شما در هنگام عقد پیمان مستحکم گرفتن، نه اینکه فقط به معنی اینکه در تحت تصرف شما آمد هر آنچه که مشروع غیر مشروع شما در حقش انجام بدین، نه، این هم یک امانتی برگردن و بر دوش شماست. امانت مهمتر از همه اینها حفظ دین الله، حمل و بر دوش کشیدن دین الله، این هم یک امانت بزرگ برگردن هر انسان مسلمان است. بلغوا عنی ولو آیه، میگه از جانب من تبلیغ کن ولو اینکه یک حرف و یک سخن باشد، دین الله را به همگی برسان. امام ابن تیمیه رحمه الله میفرماید که شما حفظ دین و حمل دین در عمیقه یک سطلاب بگیرید و وضو بگیرید و دو رکعت نماز در محراب و مسجد بخوانید دیگه، یعنی حمل دین ادا شد با همین کار شما. میگه حمل دین ادا نخواهد شد، وقتی ادا خواهد شد که شما پیام دین و پیام اسلام به سر تا سر دنیا برسانید، او وقت است که شما حق دین واقعا ادا کردین. ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. همه اینها امانت هایی است که الله تبارک و تعالی بر دوش ما و شما گذاشته است. الله به همه ما و شما توفیق عمل نصیب بگرداره و الله توفیق بده که ما و شما تمام امانت هایی که گفته شد یک به یک در زندگی خود اجرا کنیم. و در آخر دعای حضرت عمر را میکنیم که پروردگارا ما را قوی بگردان، مسئولیت ما را کم نکن، قوی باشیم و مسئولیت ما بیشتر باشد، نه اینکه ضعیف و مسئولیت بیشتر. الله به همه ما و شما توفیق عمل نصیب بگردانه و الله توفیق بده که به هر آنچه که گفته شد عمل کنیم و از الله بخواهیم که الله تبارک و تعالی ما و شما را وقتی که راهی آخرت میشویم با سرمایه ایمان و اخلاص راهی آخرت بگرداند. سبحانک اللهم و بحمدک.